سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای فرهاد حسنزاده، نویسنده و شاعر به کتاب باز، خیلی خوش اومدید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، خیلی ممنون که منو دعوت کردین به این برنامه. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. من برای بیننده‌ها یه توضیح کوچیکی بدم که یک جایزه جهانی هر دو سال یک بار برگزار میشه به اسم جایزه هانس کریستیان اندرسون. هانس کریستیان اندرسون نویسنده بزرگ و شهیر کودکان و نوجوانان. این جایزه که هر دو سال یک بار هست، هر دفعه هیئت داوریش فرق میکنه، یعنی داورای مختلفی از کشورهای مختلف انتخاب میشن و جناب آقای حسنزاده مایه مباهات ماست و مایه افتخار ماست که دو سال پی در پی، در سال 2018 و در سال 2020 جزو کاندیداهای نهایی این جایزه بودن. اتفاقی که کم نظیر و بی نظیر بوده، یعنی هیچ نویسنده‌ای تا به حال دو بار و پی در پی کاندیدای این جایزه نبوده. خب خیلی 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 این اتفاق مهمه. لطفا بفهمین اهمیت این جایزه، اگر اشتباه نکنم بهش میگن در واقع نوبل کوچک. نوبل کوچک هم بهش. اهمیتش چیه؟ شما چه جوری اثرتون و آثارتون دو دوره پی در پی رسید به مرحله نهایی داوری؟ بله، عرض شود که حالا برای آشنایی بیشتر بینندگان عزیز این برنامه با این جایزه، عرض شود که جایزه اندرسون از سال 1956 راه اندازی شد که توی 10 سال اولش در حقیقت فقط در زمینه نویسندگی بود و از 1966 تصویرگری هم اضافه شد و هر دو سال یک بار برگزار میشه و یک نویسنده و یک تصویرگر اون پلاک طلای این جایزه رو دریافت میکنن. این جایزه خب بانی اصلیش به اصطلاح خاندان سلطنتی دانمارک هست و به قول امروزی ها اسپانسرهای اقتصادی هم داره که اونها کمک میکنن به اینکه این جایزه برگزار بشه و از توسط دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان برگزار میشه که این یک نهاد بین المللی هست و در هر کشور یک شعبه داره. هر شعبه از این نهاد هر دو سال یک بار نامزدهای خودش رو معرفی میکنه و خب در ایران هم شورای کتاب کودک شعبه این دفتر بین المللی هست و خب خیلی اهمیت داره این جایزه برای جهانیان، برای اونها که تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان کار میکنن، کتاب کودک و نوجوان کار میکنن. یک جور به اصطلاح شاخص هست، یک جور استاندارد هستش که نویسندگان و تصویرگران سعی میکنن که به اصطلاح خودشون رو با این شاخص تطبیق بدن. و خب همونطور که شما فرمودید، من سال 2018 و 2020 به فهرست نهایی این جایزه رسیدم و البته این رو هم بگم، در سال 1974 آقای فرشید مثقالی در زمینه تصویرگری این جایزه رو بردن، اما در زمینه نویسندگی تا به حال نویسنده‌ای از ایران نتونسته این جایزه رو در... جناب مرادی کرمانی مثل که یک دوره کاندیدای نهایی بود. بله، آقای مرادی کرمانی، آقای احمد رضا احمدی، آقای محمد رضا یوسفی، محمد هادی محمدی، اینها کسانی بودند که از طرف ایران نامزد بودند و آقای احمد رضا احمدی و آقای مراد کرمانی به مرحله نهایی این جایزه هم رسیدند و در زمینه تصویرگری هم آقای بنی اسدی هم از تصویرگرانی بود که تو ذهن من هست به مرحله نهایی این جایزه دست پیدا کردند. جایزه اندرسون داره به ادبیات کودک و نوجوان می‌پردازه. ما در ایران هم حمایتی داریم، جوایزی هست، توجهی به ادبیات کودک و نوجوان میشه و اهمیت ادبیات کودک و نوجوان چیه؟ بله، خب این که خیلی ناگفته پیداست که این به اصطلاح این گونه خیلی اهمیت داره از نظر به اصطلاح خود ماها که داریم می نویسیم یا از نظر منتقدینی که دارن بررسی می کنن، ولی متاسفانه نهادهای فرهنگی که باید به این امر بها بدن بهای لازم رو نمی دن.
یک زمانی به هر حال ما جشنواره‌های متعددی داشتیم، حتی مجلات هم برای خودشون انتخاب کتاب سال داشتند و نشریاتی بودند که کاملا تخصصی ادبیات کودک و نوجوان رو نقد می‌کردند. یک خیلی شور و حال خاصی بود برای ادبیات کودک. یک دوره فکر می‌کنم 8 ساله 10 ساله این اتفاق افتاد و بعد همه چیز دوباره رو به رکود رفت. و خب طبیعیه وقتی این شور و نشاط در زمینه تو این حوزه نباشه، به اصطلاح یک مقدار خود نویسنده ها انگیزه های خودشون رو از دست میدن و آثار به لحاظ کیفی پایین تر میاند. سطح کیفی آثاری که برای کودکان و نوجوانان چاپ میشه واقعا رشدش زیاد بوده، چشمگیر بوده، خیلی چه کمی چه کیفی در ایران. آیا خارج از ایران میشناسن آثار نویسندگان کودک و نوجوان ایرانی رو؟ همونطور که گفتم نه، تا زمانی که میگم این جریان و این روند طبیعی طی نشه و آثار ما ترجمه نشه نمیشناسن. گاهی از نویسندگان ترجمه هایی میشه، از خود من مثلا به زبان های ترکیه استانبولی یا چینی یا کره‌ای عربی، اینها ترجمه های شروع شده، از آقای مرادی کرمانی قبلا کارهایی ترجمه شده، از نویسندگان دیگر هست، ولی اینها یک حالت گلخانه‌ای داره، یک حالت اتفاقی داره، جریان نیست. اینی که ناشران ما مثلا 10 کتاب از یک ناشر بگیرن و 10 کتاب از ایران برای اونها بفرستن که ترجمه بشه، نه به این شکل نیست متاسفانه. خب شما فرمودین حمایت نمیشه، چه جوری باید از نویسنده کودک و نوجوان و از ادبیات کودک و نوجوان چه جوری باید حمایت کرد؟ ما مهمونای برنامه‌مون در این 5 فصلی که تا به حال گذشته خیلی وقتا سوال میکنیم که چه جوری کتاب خوندن رو شروع کردین، جوابات معمولا یا میگن ما با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و این اهمیت ادبیات کودک و نوجوانان رو نشون میده، یا میگن ما با مجله کیهان بچه ها که باز اونم ریشه در کودکی و در نوجوانی داره، یعنی اکثر غریب به اتفاق یا اینن یا اون. درست. خب این پس نشون میده که از اونجاها باید شروع بشه و چقدر مهمه. چه جوری باید از ادبیات کودک و نوجوان حمایت بشه در خود ایران؟ خب به اصطلاح اگه بخوایم من به شما نام ببرم، خود ببینید فکر میکنم اصلا یک چرخه است، یعنی ما نمیتونیم بگیم که این کار رو فقط این کار رو انجام بدیم، یک مجموعه کارهایی باید انجام بشه و خود به خود این چرخ این به حرکت در میاد. اون چرخ اولی که لنگ میزنه بحث کتابخوانی ماست. شما خب خیلی خوب دارین الان عمل میکنین، توی این برنامه دارین کتاب معرفی میکنین و مردم رو با جریان کتاب خواندن آشنا میکنین، ولی ما میدونیم که مثلا برنامه های دیگر صدا و سیما خالی از بحث کتاب و کتابخوانی، تبلیغات به راحتی صورت میگیره در مورد کالاهایی که منفعت اقتصادی داره، ولی در مورد کتاب ما هیچ تبلیغی نمیبینیم. این یکی از اون چرخهای این چرخ است. به عنوان مثال مثلا سیستم آموزش و پرورش ما به گونه‌ای هستش که بچه های ما به اصطلاح ترغیب نمیشن به کتاب خوندن، اون هم کتاب های رمان، داستان، شعر که یک جورایی در حقیقت زندگی رو به اونها بیاموزه. اونها بیشتر به دنبال تست و کنکور و رقابت های این چنینی هستن. خب طبیعتا رو نمیارن به کتاب و طبیعتا آمار کتابخوانی و تیراژ کتاب ها پایین هست. و به اصطلاح مسئله دیگری هستش که حالا اگر فرصت شد من خدمتتون میگم، اینها چیزایی هستش که نیاز به حمایت هایی داره. من نمیگم که دولت بیاد به نویسنده پول بده به شکل مستقیمی حمایت کنه، همینقدر که جریان کتابخوانی یک جریان سالمی باشه و مردم کتاب بخرن و بخونن، خود به خود امورات اقتصادی نویسنده هم به اصطلاح خوب خواهد شد. این در عرصه ملیش. ولی در عرصه بین المللیش ببینید ما به اصطلاح برنامه‌هایی داریم که باید کتاب‌های نویسندگان در کشورهای دیگر مطرح بشه و یک جورایی دولت حمایت کنه که اینها چاپ بشه. یه چند سالیه که تو ایران طرح گرانت مطرح شده. این طرح گرانت رو وزارت ارشاد
مثلا متولیش هست و اومده اعلام کرده کتاب‌هایی که در کشورهای دیگر ناشر پیدا بکنن، مترجم پیدا کنن و ترجمه بشن، اینها بهشون به اصطلاح ارز پرداخت میشه. این کار خیلی دیر به نظرم داره صورت میگیره. ما سالهای سال به اصطلاح میتونستیم تو این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و کتاب‌های خوب، کتاب‌هایی که به اصطلاح دارای ارزش ادبی و هنری هستند به زبان‌های دیگه ترجمه بشن. ما در کشورهای دیگر مثلا سفارتخانه‌هامون یا فعالیت‌های یک نهادهایی هستن که فعالیت فرهنگی می‌کنن، اونا اگر فعالیتشون رو بیارن به سمت کتاب و معرفی به اصطلاح ادبیات و هنر ایران، قطعاً راه جهانی شدن ادبیات ما مسیرش بازتر خواهد. من فکر میکنم که برای نوجوان امروز، برای کودک امروز، باید به راه‌های امروزی تر هم فکر کرد. اون دوره که ما میرفتیم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جذاب بود برای ما، چون ما با آخرین کتاب‌ها، آخرین تصویرسازی‌ها و تصویرگری‌ها، فیلم، سفالگری و نقاشی آشنا می‌شدیم. اونا همش مال اون روز بود. امروزه باید کمی به فضای در واقع دیجیتال، بازی‌ها یه در واقع دیجیتالی رایانه‌ای که توش حالا کتاب هم مطرح بشه، اندیشیدن هم مطرح بشه، به این چیزا هم باید بیشتر فکر کرد. یعنی یک نوجوان 12-13 ساله امروز امکانات امروزین استفاده از کتاب میخواد. مثلا نمیدونم اصلا الان سوال، آیا پادکستی برای بچه‌ها تهیه میشه؟ آیا بازی‌هایی که حالا کتابی باشه و بشه در دنیای مجازی رفت سراغش، یا محیط‌هایی که با روش‌های جذاب بهشون کتاب معرفی کنه، کتاب بخونه، گفتگوهای کتابی باشه طراحی شده، فکر نکنم خیلی زیاد. نه خیلی نیست. راستش من مثل شما دوره نوجوانی با توی کانون پرورش فکری سفری شده و اونجا خیلی چیزها رو یاد گرفتم. الان داشتم فکر میکردم که بچه های امروز با امکانات امروز چه کارها میتونن بکنن. اون چیزی که من بهش رسیدم اینه که کتاب فقط برای قفسه کتابخونه نیست. ما گاهی اوقات نگاهمون اینه که مواد کتاب بیاد مثلا خراب بشه، پاره بشه، نمیدونم. یه وقتایی بود من شاهد این بودم که خانواده ای اسباب بازی میخرید برای بچهش، ولی میذاشت اون قفسه های بالا که خراب نشه. و گاهی اوقات نگاه خانواده های ما به کتاب اینه. من فکر میکنم که کتاب باید خیلی وارد مثلا زندگی بشه، این بچه ها بتونن باش زندگی کنن، خرابش کنن، پارش کنن و کارهای متفاوتی باش بکنن، خیلی باش بازی بکنن، بیاد تو دستشون. من یه گاهی اوقات مدرسه هایی میرم و یه تجربه خیلی جالبی میرم تو مدرسه ها. یه مدرسه رفتم دیدم که یکی از کلاس ها رو کرده بودن کافه کتاب. یک کلاس بود، خیلی مثلا یه رنگ تاریک زده بودن، یک نورپردازی آباژوری کرده بودن و بچه‌ها میادن اونجا قهوه می‌خوردن، با در مورد کتاب صحبت می‌کردن. خیلی عالیه. یعنی من فکر می‌کنم که ما باید از هر امکانی استفاده کنیم برای اینکه بچه‌ها رو بتونیم به کتاب نزدیک کنیم. و فضای دیجیتال هم همینطوره. من خب شاهد این هستم که بچه‌های متفاوتی هستن که میان کتاب‌های نویسندگان رو معرفی می‌کنن، وید میگیرن از خودشون، عکس میگیرن با کتاب. خب اینا هم خیلی عالیه، یعنی متناسب با شرایط امروز دارن کار میکنن، ولی خیلی این فراگیر نیست، خیلی دیده نمیشه. و فکر میکنم که جای یک سری برنامه ها خالیه، این که هم آموزش داده بشه، هم که خانواده ها متوجه این بشن که با کتاب هم میتونن کارهای خاصی انجام بدن. یه تجربه خیلی جالب من خدمتتون بگم. توی نمایشگاه فرانکفورت، نمایشگاه که چند سال پیش رفته بودم، دو روز آخر نمایشگاه نوجوانها و جوانهای زیادی رو میدیدم. ظاهرا هر سال رسمشون بر این هستش که این نوجوانها و جوانها میان لباسهای شخصیتهای داستانی رو به تن میکنن، چهره هاشون رو و گریم هایی
به صورت ایجاد میکنن که قهرمان های داستانی هستن، هری پاتر، سیندرلا، نمیدونم سفید برفی، تمام اینها رو در انواع اقسام مختلف شما اونجا میبینی و اینها یه جور رقابت، یه جور مسابقه است. من فکر میکنم از این ایده های خلاقانه ما در زمینه کتاب خیلی کم داریم و خیلی خشک و رسمی داریم با کتاب برخورد میکنیم. باید کتاب وارد زندگی بکنیم. دقیق. خیلی خیلی متشکرم. یه استراحت کوتاهی بکنیم و دوباره من خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ارادتمند هستم. سلام. در بسته پیشنهادی امشب ابتدا سری به فیلم فارست گامپ خواهیم زد. فارست گامپ شبیه هیچ کدام از شمایل‌های سینمایی نیست، اما به اندازه همه قهرمانان کلاسیک سینما یا شاید بیشتر از آن هم در یادمان میماند. مردی که با اختلالات ذهنی و فیزیکی با یک جعبه شکلات در ایستگاه اتوبوس نشسته تا زندگی عجیبش را برایمان تعریف کند. فیلم سینمایی فارست گامپ که بر اساس رمانی به همین نام از وینستون گروم ساخته شده، اولین بار در سال 1994 به نمایش درآمد تا سینما یکی از متفاوت ترین قهرمانهایش را به خود ببیند. روایتی به دور از ترحم و تمسخر، پر از موقعیت‌های کمدی، حماسی و البته تلخ از زندگی پرماجرای فارست گامپ ساده دل که با محدودیت‌های ژنتیکی متولد شده، اما با حضور در مهمترین وقایع دوران زندگی اجتماعی خود به قهرمانی تأثیرگذار تبدیل می شود. فیلمی سراسر عشق و امید. با وجود تفاوت‌های بسیار نسخه سینمایی فارست گامپ با رمان، به ویژه در پایان بندی، پس از نمایش فیلم تعداد خوانندگان رمان چند برابر شد. پیشنهاد مستند امشب، مستند خط باریک آبی. بزرگترین ناعدالتی که ممکن است برای یک انسان پیش بیاید، متهم شدن به قتلی است که مرتکب نشده و این اتفاقی است که برای رندل دیل آدامز رخ داد. ارول موریس که قبلا فیلم تحسین شده مه جنگ، یکی دیگر از ساخته‌های او را در کتاب باز معرفی کرده بودیم، در مستند خط باریک آبی به ماجرای آدامز پرداخته. او به جرم قتل یک افسر پلیس متهم و به حبس ابد محکوم می شود. اما علاقه شدید موریس برای پی بردن به حقیقت، واقعیت سیستم ناکارآمد قضایی آمریکا را عیان کرد. اقبال عمومی از این فیلم منجر به دوباره باز شدن پرونده آدامز و تبرئه او شد. و اما پیشنهاد موسیقی امشب، آثار یوهان سپاستیان باخ. آثار یوهان سپاستیان باخ یکی از بزرگترین آهنگسازان تمام دوران هیچ وقت کهنه و قدیمی نمی شوند. مطمئن هستیم که شما هم با ما موافق هستید. تا بسته پیشنهادی بعد، خدا نگهدار. آیا سنزده، شما از چه سنی خودتون کتاب خوندن رو شروع کردین و با چه کتاب هایی؟ من خب کودکی و نوجوانی میتونم بگم با کتاب میگذشت و مثل شما عضو کانون پرورش فکر کودکان نوجوانان بودم. کتاب فکر میکنم پرگ دریایی بود، از هانس کریستیان اندرسون بود. بله بله. و خب خیلی برای من جالب بود دیدن این کتاب، تصاویر رنگیش. و ما خب میدونیم من متولد آبادان هستم و دو طرف شهر ما رودخونه خیلی بزرگی هستش و بعد این پریدریایی خیلی برای من ملموس و واقعی بود. به هر حال فکر میکنم اولین کتاب‌ها میتونن تأثیر داشته باشن توی حتی نویسنده شدن نویسندگان. و بعدها عضو کانون پرورش فکری شدم، منتها من به خاطر در حقیقت تئاتر رفتم اونجا و میتونم بگم اولین چیزی هم که نوشتم یک متن نمایشی بود که اجرا شد، یک هفته توی شهر اجرا شد و خوب بود. و همون جمعی که ما داشتیم برای کار تئاتر و هفته یک بار دور هم جمع می شدیم، فقط کار تئاتر نبود، بلکه یه جور چشم و گوش ما به ادبیات معاصر ایران هم باز می شد. به هر حال کتابایی که توی کانون می اومد محدود بود و ما از طریق اون جلسه ها با ادبیات بزرگسال روز و معاصر چیا رو خوندین و براتون تاثیرگذار بود؟ خب مثلا اون موقع من یادمه که کارهای گلشیری رو میخوندیم، کارهای آل احمد رو میخوندیم، غلام حسین ساعدی بود، سهراب سپهری بود که هنوز زنده بود اون زمان،
اینا کارهایی بودن که ما با اینکه نوجوان بودیم ولی خیلی شور و اشتیاق داشتیم برای خوندن این کارها و با هم مباحثه هم داشتیم. بله دقیقا. یعنی یه اثری تعیین میکردین، همه با هم میخوندین، بعد درباره اون اثر صحبت می‌کردیم. اصلا خود یکی از برنامه‌های کانون هنوز هم همین هستش که بچه‌ها کتابی رو می‌خونن و در مورد اون بحث می‌کنن. ولی ما این جمعی که داشتیم فراتر از اون جلسه و بعد کانون. اولین اثر داستانیتون هم در همون آبادان نوشتید. بله. و چاپ شد؟ نه، خب اون زمان من نوجوان بودم، ولی اجرا شد دیگه. همین نمایشنامه‌ای که میگم به نام نفرین آهو، یه کاری بود که خیلی دراماتیک بود و اینها، خودم هم بازی میکردم با اون گروهی که داشتیم و بعد از اون یعنی در واقع تشویق شدم توسط مربی خوبی که داشتیم، یادش بخیر آقای امیر برقشی، خیلی تشویق شدم، خیلی یه جوری میتونم بگم اونجا من خودم رو پیدا کردم و بعد از اون شروع کردم به نوشتن داستانهای کوتاه تا اینکه به هر حال جنگ شد و این جنگ یک وقفه چند ساله‌ای رو ایجاد کرد که من جست و گریخته می‌نوشتم اما خیلی به فکر چاپ کردن کتاب نبودم در اون موقع. و بعد که دیگه ازدواج کردم، صاحب فرزند شدم، شبها قصه هایی رو برای پسرم تعریف می‌کردم که فی‌البداهه بود و سفارشی بود اصلا. مثلا میگفتم دوست داری امشب در مورد چه قصه بگم؟ میگفتش که مثلا قورباغه. بعد شروع میکردم که یکی بود یکی نبود، یک قورباغه بود، اینجوری شد اونجوری شد و این قصه ساخته میشد. بعد همین قصه ها به هر حال قصه هایی که میتونه برای بچه های دیگه هم خواندنی باشه. خیلی از نویسنده هایی که برای کودک و نوجوان نوشتن و می نویسن در واقع یه همچین داستانی داشتن، یعنی برای فرزند خودشون قصه ساختن و گفتن و اینقدر قصه مورد توجه فرزندشون. مثلا خالق پیپی جوراب بلند میگه من اصلا پیپی جوراب بلند داشتم برای بچه‌م میگفتم و اینقدر خوشش اومد که گفتم و ادامه دادم و ساختم و که الان اصلا یکی از آثار کلاسیک ادبیات کودک و نوجوان هست پیپی جوراب بلند. بله. و بعد شما الان هنوز هم آثار کودک و نوجوان رو میخونید؟ دقیقا، یکی از تکلیفهای من همینه که بخونم کار همکاران و چه ایرانی چه خارجی که ببینم که کارهای جدید چیا هستش. توی این سیری که داشتید از پری دریایی هانس کریستین اندرسون تا به امروز، اگه کتابهایی بوده که براتون شاخصه، روتون تأثیر گذاشته، یادتون مونده به عنوان اینکه در یک مقطعی اثر عمیقی براتون گذاشته، رو لطفاً به من و بیننده های ما معرفی کنید. بله، خب در همون به اصطلاح نوجوانی من خب کارهای صمد بهرنگی، کارهای علی اشرف درویشیان، اینا کارهایی بودن که به اصطلاح حال شخصیت ها یا نوجوان بودن یا اینکه به اصطلاح بعضی از افسانه ها رو بازآفرینی یا بازنویسی کرده بودن. خب اینا کاری بودن که من دوست داشتم، خونده بودم، ولی طی این حالا این که میگید شاید خیلی نتونم من حافظم یاری کنه، ولی اون چی که خیلی برای من شاخص بود به اصطلاح شازده کوچولوی اگزوپری هستش که همیشه فکر میکنم یه کتابی هستش که همیشه باید خونده بشه. و کارهای سیلورستاین رو هم من خیلی دوست داشتم. و لزوما توی ادبیات کودک نوجوان نمیگم، برای بزرگسالم اگر کتابی بوده که برای شما تاثیرگذار بوده بفرمایید. بله، من کارهای احمد محمود مخصوصا مدار صفر درجهش رو خیلی رو من تاثیر گذاشت. کارهای دولت آبادی هم به همچنین. بسیار عالی. شما در برای رده سنی کودک می نویسید، برای رده سنی نوجوان می نویسید، برای رده سنی بزرگسال هم می نویسید. کدومش سخت تره؟ اینجوریه که واقعا برای کودک نوشتن ساده تر باشه از این که برای نوجوان؟ دقیقا برعکسه. این شما وقتی داری برای بزرگسال می نویسی میتونی در مورد خودت بنویسی یا تفکرات خودت رو بیان کنی بدون اینکه نگران این باشی آیا فهمیده میشه یا نه. اما وقتی برای مخاطب مینویسی همیشه اون مخاطب پس ذهن من نویسنده است که آیا با این اثر ارتباط برقرار میکنه یا نه، میفهمه یا نه، خوشش میاد یا نه. در حقیقت تو راه خلق هنری ما هیچ مانعی نباید قانونا داشته باشیم دیگه، یا هیچ قیدی نباید داشته باشیم. اما وقتی قید کودک و نوجوان میاد، این خودش خود به خود یک مانع خواهد بود، این یک چیزیه که یه فیلتر در حقیقت خواهد بود.
منتها کاری که من میکنم اینه که اینقدر دقیقا خودم رو به کودکان، به دنیای بچه ها نزدیک میکنم که دیگه اون قیده از بین میره. یعنی احساس میکنم که دارم برای خودم مینویسم و اون فاصله سنی رو از بین میبرم. بسیار هم عالی. الان عوض بخوام چند تا فرزند داریم؟ من دو تا پسر دارم و یک عروس. اصلا فکر نمی کردم فرزندانتون اینقدر بزرگ شده باشن. خدا حفظشون کنه. قصه میخوندین براشون، برای بچه ها؟ بله بله، مخصوصا برای پسر بزرگترم. خب هم این قصه ها رو چه قبل از نوشته شدن چه بعد از نوشته شدن براشون میخوندم. و الان هم خواننده آثارتون هستن؟ بله قطعا. میشه خواهش کنم کتابایی که آوردین رو معرفی بفرمایید؟ بله خواهش میکنم. من چند تا کار آوردم که خدمتتون میگم. آخرین کتابی که نوشتم آهنگی برای چهارشنبه ها نام داره که یک رمان هستش. این رمان برای بزرگسالان هست ولی شخصیت قهرمان اصلیش یک نوجوان هستش که اتفاقا به سینما و بازیگری بچه ها در سینما پرداخته و یک جوری بیگاری کشیدن، یک جوری کودکان کار اینجا حساب شدن و فکر میکنم نوجوان ها هم از این کار خوش. ناشرش هم ناشر این کار نشر پیدایش هست. نشر پیدایش. بله. بسیار عالی. کاری که چون شما خودتون اهل طنز هستین و بسیار میدونم خیلی از خواننده های کتاب ها هم کار طنز دوست دارن، این مجموعه داستان هویج بستنی هست که نشر افق اینو چاپ کرده. به اصطلاح مجموعه 10 داستان طنز هست برای بزرگسال. میتونم بگم برای همه سالان هست. بله. یک مجموعه 2 جلدی دارم که به نام خاطرات خوناشام عاشق که به اصطلاح این هم باز یک مجموعه طنز. نمیدونم شما میدونید یا نه، من یک زمانی توی نشریه دوچرخه کار میکردم، عضو هیئت تحریریه بودم و اونجا طنزهایی رو اونجا مینوشتم که طرفدارای زیادی داشت، از جمله همین خاطرات خوناشام عاشق. میگم خوناشام عاشق این موقع چی به اصطلاح نگران نباشین، خوناشام یک پشه است که در هر صورت خوناشام هم هست. اما برای کودکان این کار هستش که چتری با پروانه های سفید. تصویرگری های این کار کار خانم غزال بیگدلو هستش که خیلی خوب کار کردن این کار رو. یک جوری میتونم بگم میشه نشون بدین از تصویر کتاب. میتونم بگم اصلا سینمایی هست این کار. یعنی ما یک به صدا تصویر نمای بزرگ داریم از شهر تهران و بعد فریم فریم هست این داستان ها. حتی میتونم بگم زوم هم شده اینجوری تصویر این کودک اگر نگاه کنید زوم هم شده و این اتفاقا به لحاظ تکنیک داستان نویسی هم متفاوته. من اینو متأثر از فیلم های سینمایی بابل و کرش میتونم بگم نوشتم. در واقع 3 داستان هستش که در ظاهر هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند اما بر هم دیگه تاثیر میگذارن. امیدوارم بیننده‌های ما اگه فرصت کردن فیلم بابل رو ببینن و فیلم کرش که اسکار هم گرفت، فیلم کرش اسکار و بابل ایناریتو هم که بسیار بسیار دیدنیه. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که این توفیقات شما روز به روز بیشتر و بیشتر باشه و ما مفتخریم. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم ادبیات کودک و نوجوان واقعا حمایت بشه. پایه ها اونجاست که ساخته میشه. از اونجا اگه بچه ها با کتاب آشنا بشن و انس بگیرن و الفت دیگه بقیهش رو خودشون پیدا میکنن. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. لطفا یکی رو به رسم یادگار از ما قبول کنید. بله خواهش میکنم. خیلی ممنون. بفرمایید. من قیصر امینپور انتخاب میکنم که از دوستان بسیار عالی. تقدیم به شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون. بله خودم برم. بله بله فرمودین که علت انتخابم اینه که با ایشون دوستی داشتیم. بله ایشون وقتی در قید حیات بودن دوستی داشتیم و به اصطلاح به سر میزدم کارامو میخوندم براشون. چقدر خوب. بله. اگه اجازه بدین من یه عکس بگیرم که برای ما بمونه به یادگار. 3, 2, 1. جناب حسن‌زاده، آرزوی ما در این برنامه اینه که مردم
بیشتر کتاب بخونن، بیشتر با هم حرف بزنن و مراقب سلامتی خودشون و عزیزانشون باشن. بله، و هیچ چیز بهتر از این نیست. ارادتمندانه منم از شما ممنونم و از کسانی که این برنامه رو دیدن، و امیدوارم که بیشتر با کتاب مانوس باشن. خیلی خیلی سپاسگزارم. ممنونم از شما. متشکرم. شب 27 در لحظه ناگزیر رفتن دارد از آستین ترم سوسن می روید و واژه چون برفی ساکت در گلویم می نشیند. چیزی بگو پیش از این که خانه ترک بردارد و پرنده از کاشی آبی بپرد. سکوت گاهی از گفتن بدرود جانگزاتر است. چیزی بگو پیش از این که حوز بگرید و از آب و ماهی تهی شود. چرا اندوهگین رفتنت نباشم؟ چرا بخندم وقتی که حزن پیش از من بر صندلی می نشیند؟ من با آنها که در هر حادثه می خندند مشکوکم. آنها فرق فاصله و آغوش را نمی دانند. آنها لحظه ها را می فریبند و به آن پروانه سپید که پی شانه‌ای برای گریستن می گردد مسیر گلهای سوسن را نشان نمی دهند. می خواهم این لحظه ناگزیر رفتن چون ابری جانانه ببارم. چیزی بگو که خانه آغشته صدای تو باشد پیش از آن که در بسته شود. راستی آن که برای همیشه می رود آیا کلید خانه را هم با خود می برد؟ اصلا آیا کسی جایی می رود وقتی همه این جاییم؟ کمی دور یا کمی نزدیک؟ چیزی بگو که رفتن را منصرف کند. آقای دکتر مجتبی شکوری، سلام. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران. ارادتمندم. متشکرم. موضوع صحبت در این برنامه چیه؟ ببین، ما تو جلسه گذشته راجع به اثر نابرابری و فقر بر ذهن انسان‌ها صحبت کردیم. یه قسمتی از بحثمون موند. من به مردم عزیزمون قول داده بودم راجع به تئوری انتخاب ویلیام گلاسر حرف بزنیم، ولی واقعا احساس کردم که این حیفه که ناقص بمونه و ما اون بحث رو تمام کنیم، و قول میدم که حتما توی فرصت دیگه ای، حالا هر جا که شد، در اولین فرصت در مورد تئوری انتخاب گلاسر و اثرش بر زندگیمون هم صحبت کنم. هر جا که شد یعنی کتاب باز، اگه کتاب باز شد، آخه نمیدونم عمری هست نیست اینا، ولی دعوت میشم نمیشم، اما اولین فرصتی که پیش بیاد حتما با اون شروع. تا وقتی که کتاب باز هست شما دعوت. خیلی ممنون. امیدوارم پایدار باشید حتی بدون من انشالله. چون خود کتاب باز خیلی من واقعا مخاطبشم. جدا از حالا اینکه بخشی از خانواده کتاب بازم، واقعا یاد میگیرم از این برنامه. منم یه ذره حالا که داریم با هم تعارف میکنیم، من یه حقیقت چه بگم، منم مخاطب جدی و پیگیر صحبت‌های شما. خواهش میکنم. و اینقدر مردم و بیننده‌های برنامه ما شما رو دوست دارن که اصلا کتاب باز بدون شما معنایی نداره. خیلی ممنونم. خیلی من لطف دارن. فقط تشکر میکنم ازش. خیلی ممنون. اگه یادتون باشه هفته گذشته بحث ما در مورد این بود که فقر چه اثراتی روی روان و ناخودآگاه آدم‌ها میذاره. تاب‌آوری رو کم می‌کرد. در مورد آزمایش‌هایی که توضیح دادیم، من با یه آزمایش بامزه شروع کنم. به آقای صحت، آخرین چیزی که گفتیم بود که تو هواپیماهایی که فرست کلاس داره آدم‌ها خشمگین‌ترن. این نشون میده که میل ما به برابری میل ذاتیه. خب من الان اتفاقا دفعه پیش سوالی داشتم که دیدم که وقت کمه نپرسیدم. خواهش میکنم. یعنی درست تر آن است که هواپیما فرست کلاس نداشته باشه؟ ببین، نه لزومن.
من معتقد به این نیستم که ما باید همه چیز رو برابر کنیم در یعنی اون سیستم مارکسیستی، نه اصلا. تجربه های تاریخیش هم خیلی فاجعه بار بوده، ولی من میگم انقدر نابرابری چشمگیر شده و زیاد شده و بر اساس پیشبینی ها زیادتر هم خواهد شد که این میتونه یه خطر بزرگ برای جامعه باشه. نابرابری ها رو باید واقعا کاهش داد، در عین اینکه اگر کسی شایسته است باید بتونه به درجه بالاتر مالی اینا برسه، ولی ما باید امکان رشد رو بر اون پایینی ها هم در واقع مهیا کنیم. جامعه امروز خیلی جامعه نابرابر در تمام جهان، در واقع موضوع تعدیل این حجم وحشتناک از نابرابریه. آره من نظرم اینه. بس شما نظرتون چیه تو این رابطه؟ منم با شما خیلی خیلی هم عقیدم و میگم که تعدیلش درسته، ولی نکنه پنهان بشه، یعنی نابرابری وجود داشته باشه ولی از دید پنهان بشه. درسته، و جهان سرمایه‌داری اتفاقا خیلی سعی میکنه پنهانش کنه در واقع. میدونید اینم هست، اینم خطر بزرگی. البته کسایی که من فکر میکنم در واقع دارن از این نابرابری استفاده میکنن، خیلی میل به آشکار کردنش هم دارن، چون شاید از اون اصلا یک احساسی خوشایندی بهشون دست میده. یعنی از این که تو این در واقع بازی برنده محسوب میشن. آقای سعد جالبه، مثلا حالا بحثمون جای جالبی رفت. ببینید از یه جایی به بعد تو فکر کنم قرن 17 که آرمان شایسته سالاری مطرح میشه. مثلا میان میگن اونایی که شایسته ترن برن بالا، نسب و اینا زیاد مهم نباشه. خیلی آرمان خوبیه و ای کاش محقق شه، ولی من میخوام بگم این آرمان شایسته سالاری واقعا محقق نشده و ما این نابرابری رو متاسفانه با ارجاع به شایسته سالاری توجیه میکنیم. مثلا آدم ها وقتی شروع میکنن تو رقابت برای رسیدن به موقعیت ها، اینکه پشتوانه خانوادگیشون چیه، بکشون چیه، ها این خیلی موثره. تو لحظه‌ای که گفتیم 1-2-3 از این به بعد شایسته سالاری باید بشه، خب خیلی پولدارتر بودن، ارتباطات خانوادگی بیشتری داشتن و و چیزهای مختلف. ببینید من عدالت رو با این نظریه از جان رالز خیلی خوب فهمیدم. رالز خیلی فیلسوف مهمیه. ببینید و جالب زندگیشم اینجا اتفاقا نوشته بودم 1928 رالز دیفتری میگیره، بعد خودش نمیمیره، برادرش ازش در واقع به صورت مصری بیماری میگیره، برادرش متاسفانه فوت میکنه. سال بعد جان رالز در کودکی سینه پهلو میگیره، باز خودش نمیمیره، بدنش قوی بوده، و یه برادر دیگهش میمیره و میدونی دو تا برادر به خاطر. بعد جالبه که این تقریبا مهمترین فیلسوف عدالت در جهانه. من فکر می‌کنم این پشتوانه مؤثر بوده که یعنی نمیخواسته اینجوری باشه، بعد اومده با تلاش‌های تئوریکیش جورایی در واقع به زخمش مرهم زده. حالا چی میگه آقای سعد؟ خیلی ایده جالبیه. میاد یه مبنا تعریف میکنه برای اینکه ما عدالت رو بفهمیم. میگه فکر کنی یه کیکه که میخوان تقسیمش کنن، چاقو دست شماست، شما تصمیم بگیرین که اینو چجوری برش بزن به هر کی چقدر برسه. میگه فکر کنین شما در یک پرده بیخبری هستین، پرده جهلین، یعنی نمیدونین کدوم تیکه قراره به شما برسه. خب یعنی نمیدونم، اگه من بدونم کدوم تیکه هست که اونو احتمالاً توپلتر می اونجایی که خامه داره و اونا ماله، ولی وقتی من نمیدونم، وقتی برش میزنم بعد اینا تصادفی در واقع تقسیم میشه، چه جوری تقسیم میکنم؟ اینجا برمیگرده به اون منطق ذاتی همه آدمو برابر دیگه. وقتی نمیدونم، چون اگه یکی رو بزرگی کوچیک تقسیم کنم ممکنه اون کوچیک سهم من بشه. میگه فکر کنین شما قبل از تولد نمیدونین چقدر باهوشید، نمیدونید چقدر تو چه خانواده‌ای به دنیا میاد، چه پشتوانه مالی اختصاص، حالا کیک جهان رو چطور تقسیم میکنید؟ در واقع برابر دیگه، درسته؟ یعنی از جنهامون، از جغرافیایی که توش به دنیا می خبر نده، در واقع به این مبنای ذاتی برای عدالت میرسه و آدم ها احساس میکنن درسته، میدونین؟ و بعد از اینجا میاد تئوری عدالت و مساوی انصاف رو تحریف کنه. یاد یه کتابی افتادم آقای دکتر، یه رمانی، فکر کنم خوندنش برای شما دلنشین باشه، اسمش از مادراپور، نوشته روبر مرل. داستان یک هواپیماییه که توی مسیر مشکلی پیدا میکنه، هواپیمایی خیلی بزرگی هم نیست، و حالا این تعداد مسافری که هستن و ما در مثلا صفحات شروع کتاباشون آشنا شدیم، مسافرهای مختلف جوون دارن، یعنی اصلا کودک هست، بزرگسال تا سال خورده، شغلای مختلف، ملیتای مختلف، در یک بازه زمانی یادم مثال چقدر بود، مثلا هر چند ساعتی یه بار به خاطر اینکه ارتفاع هواپیما بتونه در یه حدی بمونه باید یکیشون بپره پایین.
و باقی مسافرها، یعنی در واقع مسافرین باید هر دفعه انتخاب کنن که کدام یکی از مسافرین این دفعه باید جونشو بده و بپره که بقیه زنده بمونن. این که بین خودشون حالا هر کس عجب ایده ای بود. آره خیلی عجیب. و چطور انتخاب میکنن؟ یعنی آره دیگه همین که قصه اینه کتاب دیگه که چی آره قصه رو لو ندم. این که چجوری آدم ها الان انتخاب میکنن که چه کسی باید مورد این در واقع بیرحمی قرار بگیره. عجب خیلی جالب. حتما میخونم. آره مادرپور انتشارات خارزمی. حتما یه کتاب دیگه هم باز من معرفی کنم که مترجمش متاسفانه اخیراً فوت کردن، به نام فرزندان سانچز، آقای حشمت الله کامرانی که اخیراً فوت کرد. در واقع قصه مردم شناسه که میره به صورت واقعی تو محلات فقیرنشین مکزیک و با یه خانواده مصاحبه میکنه که بعد از سالها انتشارات هرمس تجدید. بله هرمس کرد. آفرین. چون یه مدتی نبود نایاب بود، الان هرمس دقیقاً. و چقدر کتاب خوب، یعنی اینا واقعا دارن قصه شون و ذهنشون از عشقاشون، شکستاشون، آرزو، و اونجا شما میفهمید که فقر و فرهنگ فقر چه اتفاقاتی رو در ذهن اینا در واقع کلید میزن. دخترها حرف میزنن، پسرها، پدر. خیلی جالبه اونا. و چه کتاب مادراپور فرمودید. بله بله. خیلی روبرمر. حتما. خیلی ممنون. یه آزمایش باحالم بگم. تو هم کتاب نردبان شکسته میگه، اصلا اسم کتاب نردبان شکسته است برای اینکه میگه این ایده پیشرفت و شایسته سالاری محقق نشده کامل و بعضی از پله های نردبون برای خیلی شکست، یعنی نمیتونن بیان بالا. در واقع ظاهره یه نردبون، شاید جایی که ما هستیم پله ها درسته، ولی اگه به پایین نگاه کنیم میبینیم خیلی نمیتونن بگیرن پله رو. ولی میل ما به برابری میل ذاتیه. مثلا حالا حتی در حیوانات هم هست. یه آزمایشی انجام دادن، دوتا میمون رو گذاشتن تو قفسه مختلف. اول به جفتشون خیار دادن، میمونا خیار رو میگرفتن و میخوردن، خیلی هم حال میکردن. بعض یه جایی به بعد به یکی از میمونا در حالی که اون یکی میبینه انگور میدن که خیلی خوشمزه، به اون یکی خیار همچنان. بعد حالا واکنش میمونا کاملا عوض، یعنی خیار رو در سر آزمایشگر خورد میکنه و یه توهین تلقی میکنه. خیاری که تا یک ساعت پیش چیز باحالی بود دیگه باحال نیست، چون اون داره انگور میخوره. میده و یه اوج آزمایش جایی که اکثر میمونایی که انگور گرفتن یه ذره از انگورشون به دوستشون میدن. میدونی یعنی وقتی میبینم اون ناراحته داره خودشو میزنه به در و دیوار، و یعنی میخوام ببینم گاهی چقدر این ذاتی میتونه باشه. ما فراموشش کردیم. البته سعی میکنیم نبینیم نابرابری ها رو برای اینکه راحت تر زندگی کنیم. این هم آزمایش باحالی بود. ببینین بریم جلوتر. در مورد اثر فقر داریم حرف میزنیم. خود نویسندم جالبه که زندگی فقیری داشته. در واقع میگه که من نیاز به خیلی پژوهش ندارم که فقر رو بفهمم، باید به حافظم خیلی استناد کنم، اینکه من چه قصه ای داشتم، به من چی گذشت. ببین یعنی ببین چی داره میگه. کتاب داره میگه اثر در واقع نابرابری بر ذهن آدمو چقدر میتونه عمیق باشه. خب خیلی ما و بعد من میخوام یه نقدی بکنم به شبکه‌های اجتماعی که نابرابری رو هم موجه جلوه میده، هم به صورت عیانی به بقیه نشون میده. ببینید مثلا یه سطح دیگه نابرابری تو ظاهره. من معمولیم واقعا، مثلا میلیاردها نفر معمولیان، ولی شبکه‌های اجتماعی بخشی رو برجسته میکنن و ما که خیلی ممکنه زیبا باشن، مثلا بدن خیلی روی فرم، چهره زیبا، منظورم مدیاس رسانه است که چه میکنه، و این به میلیاردها نفر این حس رو میده که زشتن، در حالی که در گذشته آدم خیلی کمی احساس زشتی میکردن. میدونی من میخوام بگم مغز ما همه چیز رو در مقایسه میفهمه. خب همه چیز، مثلا وقتی فامیلمون ماشین نو میخره و ماشینش خیلی خوبه، ما تازه متوجه کهنگی صندلی‌های ماشین خودمون میشیم. یاد یه بندی از داود جین گفتادم، حکمت قدیمی چینی، که اینجوری شروع میشه. فکر میکنم حکمت یعنی در واقع دعای دوم هم هست، که میگه وقتی مردم برخی چیزها را زیبا میدانند، چیزهای دیگر زشت میشوند. آفرین. چه حکمت عمیقی. آفرین. ببین همینه. و ما شما یه دقیقه فکر کنید، بنابراین شهروند این جهان مدرن وقتی باز میکنه و همه در لوکس در این حالت، میدونی جالبه، حتی طبقات متوسط مثل ما هم برشی از زندگیشون رو در واقع رسانه میکنن که دیگه خیلی لوکسه. اون قضافه هیچی با پیژامه و رکابی در واقع عکس نه. همه خوشتی و بعد این حس رو داریم در هم تقویت میکنیم که به اندازه کافی نیست. درباره اینستاگرام هم اتفاقا تو همین کتاب همه دروغ میگوین، خب
صحبت میشه که چه خوبه این کتاب، معرفیش کنیم، معرفی شده مفصل. خوب. بله. خیلی. که همه در حال خوردن اون غذاهای خوشمزه نیستن، کسایی که حتی در اون عکس‌ها رو می‌ذارن تمام مدت اون غذاها رو نمی‌خورن، تمام مدت توی اون باغ‌های زیبا نیستن، تمام تو مدت تکون نمی‌خورن، خوشحال نیستن، تمام مدت لحظه ای را انتخاب کردن، لحظه ای، ثانیه ای از روزی که توش پر از فراز و نشیب بوده، پر از تلخکامی، پر از غم، پر از شادی هم احتمالاً، ولی این نیست که اون لحظه تمامی زندگی اون آدم باشه. ماها لحظه هایی رو انتخاب میکنیم و به نمایش میذاریم که لحظه ای از زندگیه. آفرین، آفرین. و همه مردم واقعا تو این برابری خوشحالتر میشن. ببین باز جالبه، مثلا همین نویسنده به مردم آمریکا خیلی نظام نابرابری داره. شما تو همین در واقع بحث کرونا میبینین کشور اسکاندیناوی خیلی خوب دارن مدیریت میکنن، ولی در این حال در آمریکا یک فاجعه انسانی داره رقم، چون اونجا نابرابری بسیار زیاده. خب بعد اومده به مردم آمریکا که تو اون سیستم زندگی میکنن بدون اینکه بگه اینا مال این توزیع درآمد مال کدوم کشوره، مال آمریکا رو نشون داده که خیلی نابرابره و مال کشورهای اسکاندیناوی که در واقع برابرتره. اینا نشونشون میده و بهشون میگه شما ترجیح میدین در کدام جامعه زندگی کنین از تمام طبقاتم، و همه بدون اینکه بدونن میگن این، در واقع همه نه، بیش از 90 درصدشون، بیش از 90 درصدشون میگن این جامعه. میبینین، یعنی میخوام بگم اصلا شایسته ها باید پاداش بگیرن، امکان رشد داشته باشن، ولی ما نباید فراموش کنیم که خیلی آدم اون پایین اصلا امکان بازی ندارن، میدونی، امکان اینکه رشد کنن ندارن. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم از چراغ هایی که روشن میکنید، نوری که میتابونید به ذهن ما و به زوایای ما. خواهش میکنم، این لطف شماست، ارادت خیلی مندم. ممنون، دلم براتون تنگ میشه. منم خیلی کاش زود ببینیم حالا خارج از برنامه هم با هم لطف نه دارم. من فرصت ندارم. خیلی ممنونم که برنامه ما رو دیدید. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدارتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در انتهای مسیر پیاده روی به سمت امام شهید، کتاب خدا را بوسیدیم که سلام علیکم. زیر پناه آن به کربلا وارد شدیم و یاد فرزندان رسول خدا کردیم، روزی که داخل سرزمین کربلا شدند. فادخلوها خالدین.